دوستی پرسیده بودن که خب بسیاری از مسلمانان معتقدن رفتار خامنه ای و خمینی زشت و ناپسنده اما این رفتار ربطی به اسلام محمد و علی ندارد لطفا با ذکر چند مستاق این مسئله را نشان دهید که آیا رفتارشان منطبق هست یا خیر خب دوستان عنایت دارن ما در برنامه های متعددی که چه در کانال خودمون چه در شبکه های مختلف داشتیم وقتی به دوران پیامبر اسلام پرداختیم شواهدی رو ارائه کردیم و بعد یک پلی هم زدیم به دوران معاصر و نشان دادیم که بسیاری از این احکام رفتارها در قوانین و قواعد جمهوری اسلامی وجود داره حتی به شکل یک نوع رفتار رخ میده بنابراین این طبیعتا ما مصادیق متعددی رو در گذشته ارائه کردیم که حالا من چند مورد رو دوست عزیزمون خواست من عرض خواهم کرد ببینید شاید سرفست های مهم این نوع رفتارها به عنوان مثال من عرض می کنم. شما تضییقاتی که الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی بر علیه بهاییان هست بر علیه یهودیان هست بر خلاف مسیحیان هست و افراد دیگر حتی زرتشتیان که ما دیدیم افرادی حتی به عنوان شورای شهر انتخاب شدند ولی خب اجازه فعالیت به اونها داده نشد افراد دیگری به عنوان بهایی اجازه ثبت نام مثلا در جاهای مختلف علمی دانشگاهی ندارند و عنوان اقسام این تبعیض ها خب میدانیم در زندگی پیامبر اسلام در احکام او در سنت او و همینطور زندگی و زیست علی بن طالب مسائل رخ داد یعنی شما اگر به اصل دین اسلام علوم قرآنی کتب تفسیری کتب تاریخی کتبی که در حوزه روایات نوشته شده دقت بکنی انواع و اقسام ها بر علیه دیگر قوم ها دیگر امت ها وجود داره یعنی شما اگر مسلمان نباشید مسیحی باشید یا یهودی باشید برای اینکه در امان بمانید باید جزیه بدهید اگر غیر مسیحی یا یهودی باشید جان شما هدره مال شما هدره یعنی مسلمان میتواند یا شما رو بکشه یا شما مسلمان بشوید بنابراین در جمهوری اسلامی حالا به دلیل یک نوع انقلابی که رخ داد و حالا اندیشه که در گذشته وجود داشت در رژیم گذشته که افراد با مذاهب مختلف آزادی به نسبت خوب و عالی داشتن اینها مجبور شدن در قانون اساسی حداقل برای کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان یه چند تا نماینده در مجلس بگنجونه خب این همچین چیزی در اسلام وجود نداره یعنی در این حوزه جمهوری اسلامی که انواع و اقسام تبعیضها رو روا می داره چند درجه بهتر از صدر اسلامه شما در صدر اسلام اگر نگاه بکنید خود پیامبر اسلام در زمان نزدیک شدن مرگ اشاره میکنه که در جزیره العرب دو دین نباشه یعنی در کل جزیره العرب باید مسلمان باشن به همین دلیل عمر افراد یهودی که در خیبر بودن و در جاهای دیگه اونها رو کوچان به جاهای دیگر خب شما امروز در درون ایران می‌بینید ارمنی ها مسیحیان نمیدونم افراد مختلفی که حالا عرب هستن اهل سنتن افراد دیگری که حالا به نوعی زرتشتی هستن تو زندگی می‌کنن پس بنابراین در اینجا باید بپذیریم که رفتار آخوندها و روحانیون خیلی بهتر از صدر اسلامه فقط چون ما گزارشاتی از صدر اسلام به شکل تصویری نداریم که به مردم نشان بدهیم عزیزان هم زحمت نمی‌کشن کتاب‌ها رو مطالعه بکنن فکر میکنن در دوران محمد یک دموکراسی حاکم بوده همه آزاد بودن حرفای خودشون رو بزنن دیگر برای خودشون معابد داشتن کنیسه داشتن کلیسا داشتن اصلا این چیزی نبود خب این مسئله نکته دیگر این که شما وقتی وارد قوانین میشید قوانین جزایی متجرانه در واقع جمهوری اسلامی بسیار از اس قوانین رو نگاه میکنید که این قوانین شرعی هن. الان در خیابان ها میبینید افراد رو می‌آورن. شلاق میزنن در گذشته سنگسار میکردن افراد رو اعدام میکنن در ملعه عام خب اینها سنت محمده یعنی کسانی که به حد محاربه محکوم میشن میآورن حالا محمد اون داستان اورینه و دیگران قبایل و دیگران این افراد رو آورد دست و پاشون رو قطع کرد بر چشمان اونها میل کشید در گرمای سوزان اینها رو انداخت که از تشنگی هم مردن خب این مجازات محارب بود در سوره مائده حدود در سنگسار کردن پیامبر اسلام چندین نفر رو سنگسار کرد کسانی که مرتکب زنای محسنه می شدن همه سنگسار می شد در زمان علی هم همین گونه بود قطع دست سارق بارها رخ داد زنی از مخبری مخزوم رو آوردن نزد پیامبر اسامه به زید آمد شفاعت گفت به اینا حدود الله است شفاعت هیچ کسی رو نمیپذیره حالا نکته جالب این است که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر نوعی حالا ارتباط رسانه ها و به نوعی حالا نظارت های مختلف اینها چون دیدن واکنش جهانی در پی داره سعی کردن مجازات سنگسار رو که حدوداً 20 25 سال قبل در ملای عام اجرا می‌کردن مؤمنان مسلمان جمع میشدن سنگ میانداختند و به نوعی طلب خیر میکردن افراد مختلف رو به نوعی اعدام میکردن با اون وضع خاص حداقل سعی میکنن الان در مرآ و منظر انجام ندن هرچند برخی از مجازات های اعدام یا چیزهای دیگر رو می آورن و در ملای عام هم انجام میدن اما در صدر اسلام هزار برابر بدتر از این چیزی بوده است که الان شما مشاهده میکنید بنابراین این نوع مجازات ها در صدر اسلام وجود داشت تازه جمهوری اسلامی برای خیارش انجام نمیده مثلا شما مجازات لوات در درون در سنت اسلامی پرت کردن شخص از کوه به زیر دیوار نهادن سوزاندن جسده اما جمهوری کار انجام نمیده به خاطر اون واکنش های بین الملالی. شما سنت دیگری هم باز در میان اینها میبینید این که اگر کسی مخالف ما هست بر قرآن نقد میکنه بر ولایت فقیه ایراد داره ما بیا به اون بهتان بزنیم شما میبینید این وارد ادبیات بسیار از این بسیجی عزیز هم شده فلانی عامل صهیونیسمه فلانی نمیدونم هم فلانی معتاده اما اقسام این چیزها رو میگن خب این بهتان زدن سنت نبوی بوده ایشان امرو ابن هشام مخزومی معروف ابوالحکم رو میگفت ابو جهل ابو عامر راهب رو میگفت ابو عامر فاسق به چه دلیل به دلیل اینکه با او مخالف بودن اندیشه های او رو نمیپسندیدن با او احتجاج میکردن او سعی میکرد به خاطر اینکه افراد رو پراکنده بکنه به اونها بهتان بزنه و تا همین روایت هم آمد یعنی اشاره کردن کسانی که به اسلام یا دین اسلام نقد وارد میکنن شما به اونها بهتان بزنید دشنام بدید که مردم از گرداگرد اینها پراکنده بشن میگن ای سلیمانی مثلا عامل سلیمانی هم جنس سلیمانی معتاده سلیمانی کلابرداره خب پس حرف او درست نیست این سنت اسلامی و شما میبینید زیر انواع اقسام برنامه های ما وقتی نظر میدن همین حرکات رو انجام میدن خب این در زمان محمد هم بود به جمهوری اسلامی هم رسید حالا از طریق تریبون هاشون این رو اعلام میکنن در گذشته محمد این رو در زبان شعرهایی مثل کعبه بن مالک، حسان ابن ثابت، عبدالله ابن و دیگران میذاشت امروزه حسین شریعت مداری نمیدونم روزنامه نمیدونم فلان کیهان تلویزیون اخبار 23 چهار تا شبکه دیگه این, این کار رو انجام میدن همین سنت در میان برخی از انسان های بظاهر متمدن که حالا نشستن در اروپا در جاهای دیگه برنامه تلویزیون می هست شروع میکنن بر علیه یکی حمله شخصی کردن فلانی از فلان سازمان پول میگیره فلانی از فلان جا جاسوسی میکنه بدون اینکه کلام شخصو نقد بکنن اعتقادات شخصو سواد میخواد نقد اعتقاد یک دانش میخواد یک سواد میخواد خب اینا که نمیرن کتابی بخونن خب زحمت داره مگه ما دیوونه این بریم 20 کتاب مثلا یه چیزی رو بخونیم تا یه چیزی یاد بگیریم نه یه برنامه میسازیم یه برنامه جنجالی دو تا فوش بین بدیم دو تا فوش بمون شبکه بدیم چون مردم ما هم متاسفانه میراثدار این فرهنگ بد هستن علاقه مند بریم ببینیم یه چیزی یاد بگیریم فلانی سردار پامنقلی مثلا چیزی می یه چیزی مینویسه در ضربه یه سوال هزار تا ویو میخوره بعد نگاه میکنی اسم پامنقلی خب نمیدونی چه حرف. این وارد اندیشه های افراد سیاسی به ظاهر متمدن ما هم شده یعنی کسانی که میگن آخوند بده ما ما خوبی اینها هم همون دام رو دارن این گروه به اون گروه اون گروه به اون گروه بدون که اندیشه همون نقد بکنن بر این سنت هم یک سنت دینی بوده به جمهوری اسلامی هم رسیده در حق دیگران هم کار میبره سنت دیگر ترور ترور و تروریسم یک سنت نووی است ما بارها اثبات کردیم روایات متعدد کشتن زنان افراد مختلف شعرا حالا افراد سیاسی کسانی که مخالفه خب این کار در صد اسلام انجام شده در زمان پیامبر اسلام انجام شده امروز هم جمهوری اون رو انجام میده اینها رفتارهایی هستن که ما کم و بیش میبینیم بنا به مقتضیات این افراد انجام میدن شکنجه شکنجه کردن در زندان ها اعتراف گرفتن انواع اقسام اینها خب ما نشان دادیم انواع اقسام شکنجه ها توسط پیامبر اسلام انجام میشد داستان کنانته به ربی رو در جنگ خیبر آوردیم برای گرفتن اموال به شدت زبیر او رو شکنجه میکنه و بعد هم او رو میدن به محمد بن مسلمه که در قبال شدن برادرش محمود مسلمه او رو بکشه گروگانگیری از ال... یکی از مشکلات عمده ای که الان ما با روبرو هستیم و متاسفانه ها انقدر احمق هستن که متوجه این مسائل هم نمیشوند یکی از اونها بحث گروگانگیری آقا یک اندیشمندی وارد ایران میشه به دعوت یک دانشگاه یا مؤسسه زمانی که کارش به اتمام میرسه در زمان خروج او رو جلوش میگیرن شما جاسوسی حالا هدف چیست هدف این است که این شخص رو با اتهام واهی جاسوسی به زندان بیافکنن بعد بگویند فلان دولت شما که توسط مردم خودتون تحت فشار هستید در قبال آزادی این شخص ما اون عامل خودمون رو میخوایم که شما به عنوان عامل تروریستی یا به عنوان عامل حالا هر چیز دیگری دستگیرش کردید محاکمهش کردید در زندانه به همین سادگی دیدید الان امروز چندین مورد از اینها ما داریم چند وقت گذشته خانم استرالیایی بود او رو آزاد کردن در قبال آزادی دو سه نفر از تروریست های جمهوری اسلامی در دقیقا نمیدونم کجا بود مالزی اندونزی در جایی سنت گروگان گیری این هم سنت نبویه پیامبر اسلام روزی یکی دو نفر از این مسلمان ها در تایف دستگیر شدن اسیر شدن او آمد یکی از افراد بنی عقیل رو دستگیر کرد پیرمردی بود گفتم برای چی من رو گرفتیم؟ من اومدم حج من کاری با شما ندارم گفتن نه خیر تو پیمانه، یعنی شما ها یعنی بنی عقیل همپیمان اهل طایفی چون اونها دو نفر از ما رو به روگان گرفتن ما شما رو نگه می‌داریم تا اونها آزاد بکنن بعد ما آزاد بکنیم و اروپایی هایی که خب نگاه حقوق بشری دارن چندان به این مسائل اشراف ندارن در این دامها میفتن یعنی کسی از حالا افراد شهروندان اروپا میخواد برگرده به ایران باید به با این تذکر رو بدهن که شما اگر به ایران برگردی چون این مشکلی ممکنه برای شما پیش بیاد چون فلان پرونده در فلان دادگاه در حال رسیدگی است متاسفانه به این مسائل گوش نمیدن و این مشکلات پیش میاد چند گذشته در واقع من برنامه داشتم با این عنوان که اشرار در خدمت اعتقاد و در اونجا عرض کردم افرادی که در گذشته پیشینه های بدی داشتن مثل ابوذر غفاری که اهل گردن زدن بود و غارت کردن بود و اساسا قبیله بنی غفار همین گونه بود حالا ابوذر در میان اونها شاخص بود ایشان بعد از اسلام هم به همان شغل گردن زنی مشغول بود کاروان قریش رو میزد خالد ابن ولید در آدمکشی معروف بود در میان مسلمانان از او دعوت کردن بیا به جمع ما که ما نامه برادرش رو به او خواندیم نامه برادر او خود ولید به ولید رو به در واقع به خالد خواندیم که در اسلام همه چیز آماده است بنابراین مهم این است که شما یک آدمی باشید که یک سری شرارت از شما بر بیاد حالا ما در ایدولوژی از شما استفاده میکنیم شما در جمهوری اسلامی میبینید من در زمان این قیام هایی که شده بود در ماها و روزهای مختلف میدیدیم افرادی رو به عنوان اشرار به سطح خیابون می و خیلی گفته بودن که اینها سازماندهی شده در سپاه هستن حتی من حالا نام اون شخص رو هم فراموش کردم از این افراد سپاهی گفته بود ما چندین نفر از این اشرار رو سامان دادیم سازمان دادیم برای کارهای مختلف جمع کردن مردم از خیابان ها خب بعد اینها در درون یک نظام به کار گرفته میشن که اگر روزی ما احتیاج داشتیم شما بتوانید در خیابان غمه کشی کنید چاقو بکنید افراد جمع کنید چون تخصص دارید تو این کار ما هم از انواع اقسام کارهاتون زورگیری هاتون صرف نظر میکنیم دیگر این که شما حالا امروزه به خصوص مسائل اختلاس و این نوع رفتارها باب شده من دیدم یکی روز قبل برادر این آقای جهانگیری با توجه به اختلاسی که کرده بودی دو سال حبسی بهش دادن برای کار فرمالیته یا اون آقای تبری که انباق اقسام این کارها رو میکرد و بعد شما میبینید افرادی که در درون همین نظام حالا آقازاده و زاده و اینها هستن بلافاصله ای رو پدر اختلاس میکنه از جای دیگه میگیرن میرن اروپا آمریکا، کانادا، جاهای دیگه ملک و املاکی میخرند و زندگی تشکیل میدن و یه گرین کارتی می‌گیرند و کارت اقامتی می‌گیرند اما مردم بدبخت ایران رو در همون شرایط نگه می‌دارن تازه میگن که اروپا برای چی میخواید برید اونجا مردم مردم وحشیان اونجا مردم عقب افتادن حقوق بشر در قوم رعایت میشه حقوق انسان‌ها در مشهد سر جاش هست اما های خودشون به جای دیگه می‌فرستن بعد هم با وقاحت اشاره می‌کنم بعد سهم ما سفره انقلابه هست دختر یکی از این چند وقت پیشم یکی از این دختران وزیر حالا نمیدونم چه کسی بود و نعمت زاده نمیدونم چه کسی در کار دارو بود اما اقسام این دارو رو احتکار کرده بود و کارهای مختلف کرده بود خب فرزندان فلان مقام رو نگاه میکنید داره ثروت اینها هم مربوط به صدر اسلامه یعنی سهم گرفتن از غنایم سهم گرفتن از آن چیزی که شما به عنوان استقرار حکومت می‌بینی، سنت نبویه پیامبر اسلام زمانی که خیبر رو فتح کرد برای تمام عشیره خودش از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم مقرر کرد برای زنان خودش 80 بار شطور خرما و 20 بار شطور جو مادام العمر تعیین کرد برای علی برای فاطمه برای عباس برای فرزندان عباس برای دیگران همه سهم گذاشت از زمین و به نوعی حالا محصولات مختلف سفره انقلابشون بودی باید می‌خوردن در زمان عمر که غنایم سرزمین‌های مفتوحه ای ایران و شام و جاهای دیگه می‌رسید ایشان دیوان ترتیب داد حسن و حسین رو که اصلا در جنگ بعد وجود نداشتن به دنیا نیامده بودن جز اصحاب بدر مقرر کرد سهم اونها رو بیشتر از بقیه در نظر گرفت همراه اصحاب بدر. چرا چون نوه پیامبر بعد بعدها در قرآن سهم زل آمد این تالیه فاسد به جایی رسید که در زمان صفویه قبل از اون افرادی می آمدن یک سند سیادتی رو رفت و جور می کرد که ما سیدیم، اجداد ما میرسن به علی و فاطمه ما سهمی در این اموال داریم به ما بدید آقا هستیم سیدیم آقای پولشون رو به ما بدید بله این نمونه هایی است که باید خدمت شما عرض کنم کاملا منطبق با صدر اسلامه